سلام سلام سلام، خوش اومدیم به گرینگو شوی سیوم. هفته قبل من یک ویدیو دیدم از یک معلم مهد، همون مهد کودک، که خواهش میکنم اگه میخواین اینو پخش کنیم من برم زیر میز از ترس که نمیتونم، مثلا طاقت دیدن دوباره این ویدیو رو من ندارم. بابا گفتم پخش نکنین بدون اطلاع. از خود بچه ها شادتره، یعنی بچه ها که اهمیتی نمیدن. حتی تو این ویدیو تو خونه آرامش داریم مگه نه؟ دیگه این تأثیر روی اون بچه ها میمونه تا ابد. یعنی این مقطع تحصیلی رو به سلامت بگذرونن تا آخر سال دبیرستان این شب ادراریه رو دارن دیگه، رو شاخشه. و خب درسته که باید معلم مهد یک کمی کودکانه باشه و یک جوری رفتار کنه و حرف بزنه که با بچه ها ارتباط بیشتری برقرار کنه، ولی من فکر میکنم که دیگه این از اون ور زده بیرون، یعنی کودک درون که چرس کنم اون رو غول درون بچه ها داره رشد پیدا میکنه. خب شما از این مقطع گذر کنی و بری به مقطع دبستان، خیلی شانس باید بیاری که گیر چنین معلم هایی نیفتی. آقا من جای اون پسره میشینم رو زمین، تو خیالت راحت، ولش کن اون بیچاره رو. یعنی این بچه گیر کی افتاده؟ به خاطر اینکه این شلوار 260 هزار تومنش خاکی نشه، معلمه اصرار و با ترس و فشار میخواد یک جوری اون شلواره رو کثیف کنه. البته بعضی از معلم ها اینجوری هستن، بعضی های دیگه از اون وره بوم افتادن. از اون قبل هر کی نخونه من باید تنبیه بشم. تو بزن میگم بزن که دیگه یه بار دیگه اگه به خاطر من شده درست رو کنیم بزن موچن نه اینجوری موچن بفرمایید تحویل بگیرید. اون ور سادیسمه، این ور مازوخیسمه. یعنی بچه رو داره آشنا میکنه با کتک زدن و خشونت. و خب معلم جان این برای خودت هم بده ها، چون شاید بچه های این دور زمونه رو نمیشناسی. یعنی اگه بدونن که بچه ها مشقاشون رو ننویسن تو اجازه میدی که اونا کتکت بزنن، خب از فردا هیچ کدومشون نمی نویسن دیگه، میان اونجا له و لوردت میکنن. و خب نریزین سر من که همه معلم ها اینجوری هستن، نه، تعداد اندکی اینجوری هستن. معلم های خوب که زیاد داریم، نمونش هم این معلم عزیز و خلاق و باحال گیلانیه. و خب نتیجه اون آموزش ها و برخورد های غلط از مهد کودک تا آخرش خب میشه من دیگه. یعنی شما فکر کردی من خودم دوست داشتم اینجوری بشم؟ نه، یعنی مجبور شدم. ببینین وقتی که خانم معلممون تو مدرسه میگفت اگه مشقاتو ننویسی بچه خوبی نباشی باید منو به صندلی ببندی با شلاق بزنی، خب ما بچه بودیم اصلا نمیدونستیم چی به چیه. یا اینکه غرورمو شکستن جلوی بچهای کلاس، من مجبور شدم برم جاهای دیگه دنبال غرور شکستن بگردم. خب همین اتفاقا هم میفته دیگه. هفته قبل یک ویدیو دیدم از یک خانم روانی، نه روانشناس، که اینجا ویدیوشو با هم میبینیم. مردان ما چون زنانشون لوند نیستن، لاس زدن بلد نیستن، زیبایی بلد نیستن، شیطنت بلد نیستن، زندگی رو شاد نگه داشتن و اثر کول مرد بالا رفتن و یه اثر کول مرد بالا رفتنه ها، اونم بلد نیستین؟ اونم من باید به شما یاد بدم؟ عاشق خودشون بودن رو، زن بودن خودشون رو دوست داشتن رو، تزیینش کردن رو یه تزیین ساده هم بلد نیستین انجام بدین؟ خیلی ساده است که بابا، با خیارشور و گوجه قشنگ. آها اون سالاد اولوی است، اون تزیین های سالاد اولوی است. خب میتونین گلکاری کنین، یا همین جدیدن که خب یاد گرفتین دیگه، لباس خلبانی و لباس ملوانی و لباس نمیدونم پرستاری و اینا هم تزیینش کنین دیگه بابا.
کاری نداره که. میکاپش کردن و شناختنش رو، بهش افتخار کردن رو، باهاش در زندگی رقص کردن رو بلد نیستن. و به همین دلیل هست، حدس بزنین مردتون کجا میره، سراغ کی میره، گول کیو میخوره، کی حریفشه، کی میبره تش. خواهیم بدونی؟ همون زن لونده، چون شما بلد نیستین. قیافهاتون هم که تو خونه خدا میدونه چه شکلیه. خب اگر من یا یک مرد دیگری این حرفا رو زده بود که از وسط به دو نیم تقسیمش کرده بودید. البته یک ویدیویی من دیدم که خانم دکتر رو نشون میداد در حالی که داشت توضیح میداد رفتار صحیح با مردان، نوع صحبت کردن با اونها و اون روح بزرگ و آرامش دهنده خودش رو یک جوری تو این ویدیو ما میتونیم ببینیم. این همه درس خوندم بگین دکتر آزیتا سایه. دکتر آزیتا سایه اصلا دکتر هولاکوی عزیز. چرا اون دکتر هولاکوی اینجا... من آزیتا هم ایشون خب سنشون از من بیشتره، موهاشون هم ریخته، از من هم بیشتره، ایشون هم بزرگتر. آخر بعد احترام بذاری. خب والا آزیتا جون با این رفتار و اخلاق و شیوهی صحبت کردن من فکر میکنم که کاری به لوندی و از سر و کول مرد بار رفتن نداره. یعنی با خیارشور و گوجه و جعفری هم تعظیم بکنی بازم اون مرد بیچاره ترجیح میده خونه نباشه و سر به بیابون بزنه. هفته قبل که داشتم در فضای مجازی سیر میکردم یک ویدیو دیدم از ارسطو خوشرزم که نظرش رو در مورد یک مصاحبه که قبلا انجام شده بود با دو تا از بازیگران خانوم نظرشو گفته بود. رفتم قرارداد بستم برای نقش مونس، خود نقش مونس نقش اول. یه هفته قبل از اینکه در واقع کار شروع بشه خودشون به من زنگ زدن که امشب ما میتونیم هم دیگه ببینیم. گفتم بله چرا که نه، ولی الان ساعت 1 آقای رفتنی. بعد گفت هر ساعتی باشه میخوام زوایای مختلف صورت شما رو ببینم. بعد خیلی به سرعت گفتن دوره هم باشیم دیرین که بزنیم. و خب نظر شاهکار ارسطو جان رو در مورد این مصاحبه میبینیم. و قربون شکلت برم، تو حداقل وقتی میخوای بیای بشینی همچین مصاحبه‌ای رو بکنی یه ظاهری برای خودت درست بکن که یه مقدار موجه باشه. اون ظاهری که شما دوتا عزیز درست کردید و اومدید اون مصاحبه رو کردید قطعا با همون ظاهر توی خیابون وایسی هم 50 تا ماشین میاد کنار پاد وای میسته. تو شرایط خودت رو اوکی کن. من جز اون دسته از آدمایی ام که اصلا این چیزا رو نگاه نمیکنم، حتی نگاه هم نمی کنم، برای اینکه به نظرم نگاه کردنش هم بها دادن به این آدم هاست، چون اون آدم ها دوست دارن اینجوری بهشون بها داده بشه. خب ارسطو جان که مثل ژان ژاک روسو اونجا نشستی و داری صحبت میکنی، باید بگم که این نگاه جنسیتی و توهین‌آمیز و عجیب و غریب خودت رو پیش خودت نگه دار، به همراه چند تا سلبریتی دیگه هم که فکر میکنم مثل تو فکر میکنن. چون که فرض هم بگیریم که این حرفای تو و نظریت صحیح باشه، باز هم نباید نسبت به کسی که قربانی خشونت بوده و اینجوری باش رفتار شده این حرفا رو زد، با اینکه اینها به هر حال هم صنفی و همکارهای خودت هم هستن. مثلا همین ماجرای دونالد ترامپ و استورمی دانیلز که بازیگر فیلمای خاک بر سریه که البته من ندیدم و شنیدم فقط. اگه می‌خواستی نظرتو در مورد این بگی خب میگفته ایشون که این فیلما رو داره بازی میکنه و هیچ حقی نداره که حتی بخواد صحبتی بکنه. یا آنجلینا جولی و گوینت پالترو که هشتگ میتو رو انداختن و همه جای دنیا هم از اینا حمایت کردن به خاطر آزاری که از سمت کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌ها، نه الان که ستاره سینما هستن بلکه اون 10-15 سال قبل که یک آدم معمولی بودن توی فیلم ها بازی میکردن. خب اگر میخواستی که نظرت رو بگی به این شکل که لابد میگفتی که مثلا آنجلینا جولی که خب این فیلم های لختیشو بازی میکنه به تقصیر خودشه دیگه، بهتره که این بازی ها رو انجام نده تا این مشکلات براش پیش نیاد، یا میخواسته خودشو نشون بده. به نظر من شرایط تو اوکی کن و در مورد هشتگ میتو هم یه تحقیقی بکن که اصلا از کجا شروع شده و چی هست و بعد بیا نظرتو بگو. جا داره که اینجا ما از هشتگ چی تو استفاده کنیم که چی توی این میگذره. باز خدا رو شکر که این مصاحبه در خارج از کشور و به زبان انگلیسی نیست، چون ارسطو جان بعد از مصاحبه جوری باید برخورد میکردن که کارنامه سینمایی به همون دوتا فیلمی که بازی کردی ختم بشه. گل گفتم. زمان جشنواره فیلم فجر و کلی اتفاق و خبر هلوهوش این جشنواره توی فضای مجازی وجود داره، اما داغ‌ترین خبرها مربوط به فیلم‌ها نیست، مربوط به لباس‌هایی که سلبریتی‌ها و بازیگرها و عوامل فیلم می‌پوشن توی جشنواره.
جدا از اینکه لباسای سلبریتی های ما با سلبریتی های اونا تو جشنواره فیلم های خودمون و فیلم های خودشون فرق میکنه، داشتم فکر میکردم که چرا اینجوریه که یک مصاحبه دیدم از نیوشا زیغمی که یک سرنخی رو به من داد تو این زمین. وای یا خدا، یعنی این دیگه نمیدونم از کجا در من. وقتی یه حجمه مثلا 300-400 نفری آدم به سمت هر آدمی بیاد، بالاخره بعد نیست یه نفر حواسش بهش باشه. و همین چند وقت پیش یکی از این مجرای تلویزیون ترکیه رو میدونید که ترور کرد یه خانومی که دوستش داره. واقعا یه موقعی همسرم از دست من حرص میخوره، میگه یعنی تو واقعا یه موقع فکر نمی‌کنی یکی اون وسط یه چاقو به تو بزنه چه اتفاقی میفته؟ خب همینه دیگه، سلبریتی‌ها نمیخوان که مشکل براشون پیش بیاد توی اون فضا و خدای نکرده اتفاقی براشون بیفته. بادیگارد که ندارن که، یعنی البته چند تا بادیگارد داریم ما که محافظت میکنن از لاتای بامران اونور آبی. خب دیگه ما اینجا بادیگاردی نداریم دیگه. خب مجبورن که خودشون یه جوری درست کنن که از چشم این خبرنگارها و دوربینها محافظت بشن، که البته خب بگم باید بگم که شکست من میخورن همیشه تو این زمین. و خب یه پیشنهادی دارم و اونم اینه که میتونید از این نوع لباسهایی که الان میبینیم استفاده بکنید که هم دیده بشید و هم باز بیشتر دیده بشید. منم دیگه لباسمو پوشیدم و آماده دارم میشم که برم به سمت جشنواره که فیلما رو ببینم. امیدوارم که کم نیارم جلوی بقیه سلبریتی ها. البته بگم من بیشتر به خاطر اینکه زیاد شناخته نشم و مشکلی برام پیش نیاد اینجوریه، وگرنه خودتون میدونید که من اصلا اهل این نیستم که بخوام خودمو نشون بدم، خدایی نکرده، اصلا و ابدا. ولی به نظرم لباس خیلی خوبی شده، خیلی خوشگله، این عاشق اینا. میس سلام. سلام، من هیپنوتیزم شدم با این چشم روی تیشرتت. Third eye. چشم سومه. بریم این پلنگ ها رو هم بتونیم هیپنوتیزم کنیم، خیلی خوبه. بریم. با همه هستی اونم فابت می طول سگمتینم و منو یادت می گوشه یه تنهایی دارم می بوسم وقتی که نباشی عکساتو می بوسم از این روزای بعد لابد داشتی دارم شده بزنن روشونت بگن خوبی گلم شده فشارت بره بالا و دستات بلرزه هنوز متینه گوشه یه تنهایی داره می پوسه مغزش هم داره هی می گو یعنی دیگه تنها چیزی که مغزش رو چکار کنیم دیگه. این حالا چرا بالا رو نگاه میکنه؟ دیگه امیدواره که از اون بالا یک کفتری بیایه، یک چیزی بریزه، چون دیگه بعد داره به عشقش میگه طول سگ. من کجای این تمام رپ ها رو به هم ریخته دیگه این پسره. میگه میپوسه یا کپک؟ والا فکر کنم دیگه کپک زده، از دستش شروع شده داره میاد بالا. چشما را باید شست، جور دیگر باید دید، زیر باران باید رفت. سهراب سپهری، پدر شعر رو، البته آقای نیما یوشیج هستن، ایشون هم شاعر بزرگمون هستن. آقای سهراب سپهری عزیز، مغزها را باید بس، جور دیگر باید. یعنی به نظر من، نظر چیه می؟ یادم یه جور داره معرفی میکنه انگار که این آقای سهراب داره میاد رو استیج. همین جاست مثلا. سلام. به نظر من حالا اشتباه کرد، گفتیش پدر شعر نو، احتمالا میخواست بگه سهراب مثلا پسرخاله شعر نو فارسیه. خدا رو شکر که سهراب قایقش رو ساخته، فکر کنم همم ریختن تو اون قایقی دارن میرن دیگه، پیداش نمیشه که این صحنه ها ویدیو رو ببینه. هم خیلی ها میان دایرکت به هم میگن پرنسس تو خیلی شبیه زلیخایی. آخه من اصلا شبیه زلیخا نیستم، همه این خوشگلی من به این خانومی کجا شبیه زلیخا سخه؟ خیلی خوشگلم اگه نه. ببین هر کی میاد تو دایرکت یه نظری میده باور نکنین، خیلی ها اشتباه میگن. یارو اومده گفته پرنسس، احتمالا زده پلنگسس، یعنی پرنسس پلنگ ها با هم قاطی شده پلنگسس. بعد احتمالا خب سواد درست حسابی هم نداره، زدن شبیه زولبیا شده خونده زلیخا.
یعنی چی بگم؟ ببین سعی کن این قرصاتو یه ذره بیشتر کنی دوزشو، شبا هم زودتر بخوابی. یه مدت طول میکشه چند ماهی، ولی خب سریعا خوب میشی. بچه سهر خوابه، میخوام روش سوسک بندازم. نخند ماشاءالله، چون بچه های خلاقی چقدر طبیعی بازی کردن. اون واقعا سوسکه بیشتر و طبیعی تر بازی کرد از اون دوتا. خب ایام جشنواره است دیگه میس. ببینیم بچه ها دارن کار میکنن که تو جشنواره فجر دیده بشن، یعنی توی بخشی بتونن یه سی مرغ بلورین که چرس کنم، احتمالاً سوسک بلورین حداقل گیرشون بیاد. اون سوسک پلاستیکی بیشتر ترسید از اون دختره. چه خبره اینجا آخه؟ چه خبره؟ چه خبرتونه؟ صدا برپا کنم پشت دارن، نمیدونم چی پاک میکنن. دکتر سرش بذاره بالا میگه که چی کار کنم دیگه. دکتر بازی شده به خدا اینجور چیزی، من نمیدونم. چون مطب به این اینجوریش ندیده بودم من. یعنی الان اون جوانه های شادی که انگار تو مهد کودکن، خب همین کارا رو میکنین دیگه. اینا میرن پیش این دکترا، دست تنهاست دکتره، اونام که وایستادن منشیاش همش داره میرخصن، خودش تنهایی مجبوره صورتها رو اینجوری بکنه و فضای مجازی رو زیباتر کنه. مثل هیچکی نیستیم خوبه، یکم آدی بودنم بدیم. ماشاءالله واقعا ماشاءالله به دکترشون که اینقدر شبیه هم در آوردن اینا رو. اینا هی دارن تکثیر میشن و میس، یعنی ما هر چقدر تو بخش خدمتگزاری زحمت بکشیم باز هم کار اینا نکردیم. به نظر من باید شبا سمپاشی کنن تو صد شهر، چون اینا صبح میخوابن فردا یهو میشن 8 تا، دوباره میخوابن یهو میشن 16 تا، هی این زیاد میشه. تو میبینی هفته دیگه 4000 نفر عین اینا تو سطح شهر پخش شدن. مگه بده؟ خب نگاهشون خیلی خوبه. والا بد که چه عرض کنم، خوبیش اینه که اگه یکیشون سرما بخوره به هر حال بقیهشون هستن که بتونن بیان و صحبت رو ادامه بدیم، ظرفا رو بشورن، کار دیگر رو انجام بدن. نیست نظر تو رو خدا این ویدیو رو، من میترسم قلبم ناراحته. خب من بیشتر ترسیدم. نه نترس، تا منو داری غم نداری. ببینید چیه این تو رو خدا، این سفینه‌های فضایی رو که میفرستین مریخ و کرات دیگه، وقتی برمیگردن چک کنین این آدم فضایی سوار سفینه میشن، میان اینجا دیگه، میان الان تو زمین، آدم فضایی هم دیگه. به هر حال این خیلی خواهرانه، این دوتا با هم نشستن دارن قلیان میکشن. بعد من موندم که چرا دست خودش ماچ کرده. آره چون روژ اون که قرمز، روژ این بس موندم دیگه. تو رو خدا میس، من برم الان صحبت بکنم با ناسا اینا، بگم آقا سفینه ها رو چک کنیم وقتی برمیگردن، این موجودات ما نداشتیم تو کره زمین. توییترالاسیون و توییت هایی که این هفته انتخاب کردیم توی این بخش. مهرخ نوشته قبلا دختر توپل توپر جذاب بود و همه میمردن براش. سگ تو قبر اونی که سیکس پک و لاغری رو مد کرد. حس ندارم برم باشگاه. محمد حسین این عکس رو گذاشته و نوشته یه دقیقه تکون نخور، اینجا میخوام از آبی استفاده کنم، من عاشق آبیم. نازنینا توییت کرده این برنامه هایی که برای ولنتاین دارین رو من برای شب زفافم هم ندارم. گلپسر نوشته ماشین لباسشوییمونو تو آشپزخونه روشن میکنیم، 2 ساعت بعد از تو کوچه میاریمش خونه. بابا لنگدراز با حفظ سمت توییت کرده
یه مدت هم با یکی که ازدواج کرده بود دوست شدم. یه روز گفت بیا بریم بیرون. گفتم تو ازدواج کردی. از اولش هم این کار درستی نبود. گفت دوستی با زن شوهردار آره، ولی اسکل من مردم. مستر پن نوشته اسطوره مرام معرفت فقط مرحوم عموم که روز عروسیش رفته بود عروسی دوستش یه شهر دیگه و همه رو مچله خودش کرده. غنیس نوشته دو دلیل برای گیاهخوار شدن: یک، گوشت کیلویی 110 تومن، دو، کاهو کیلویی 3 تومن. ام توییت کرده امکان این که زیدان برای کاشت مو بیاد ایران بیشتر از امکان سرمربی شدنشه. آتسوری توییت کرده عکسمو واسه دختره فرستادم، میگه چرا ایموجی گذاشتی رو صورتت؟ بلاکش کردم. اسکل فرق ایموجی و دماغ رو نمیدونه. فرناز نوشته دنبال یه نفرم واسه یه رابطه جدی. خیلی جدی ها، خیلی. به خنده کات میکنه. و خب توییت هفته، مهاجر توییت کرده چرا وقتی یک مرد ازدواج میکنه میگن رفت قاطی مرغا ولی فقط یه مرغ بهش میدن. دم تک تکتون گرم، مرسی. دوست هنرمند من شروین یه ویدیو فرستاده از هنرنمایی خودش که اینجا با هم نگاه میکنیم. مگه به گوسم چی میدن بخوره که شده گوش کیلویی 200 تومن؟ من برام بیشتر میارزه که بخوام جای اون با سنمو کباب کنم. مگه مرغا شب کجا تخمشون هر روز سد؟ اگه دایناسورا جاشون بودن میدادن تخمشون آسون تر. اگه گاوستو کجا شیر میده که پنیر و ماست شده انقدر گرون؟ من اگه خودم خودم رو بدوشم قطعا واسم در میاد در زون تر. تو برای غمگیر نشو تا بیام، تو خودت شیر بده تخ بزن. اگه این گاوا خسیسن تو بدون تو ما گاویم نیستی پیدا کردن دو برنده خوششانس امشب تو این بخش انجام میشه توسط انگشتان سحرآمیز من. لطف کنید که از 5-1 بشمارید با من. انگشتان سحرآمیز من بشمارید با من. سلطان رپ اینجا نشسته. 5-4-3-2-1 و خب محمد تبریک میگم بهت. اسم فامیلیت هم مشخصه ولی خب نمیخونم چون که 48,000 نفر این همین فرد یعنی ثانیه بعد ساخته خواهد شد. پس از طرف ما یه دایرکت مسیج میگیری و برای پیدا کردن نفر دوم مجددا خواهش میکنم اجازه بدین لیستو بیارم. از 4-1 این دفعه بشمارید. انگشتان من 4-1 بشمارید با من. 4-3-2-1 خب نفر دوم منصور. دو تا آقا امشب برنده داشتیم. منصور جان، محمد جان، از طرف ما یه دایرکت مسیج به هر کدومتون میرسه و خواهش میکنم که برای شرکت در قرعه کشی هفته آینده زیر آخرین پست اینستاگرام من انگشتای سحرآمیز من بشمارید با من. آخرین پست اینستاگرام من سلطان رپ اینجا نشسته با من. آقا این واقعا این رقص جدید خیلی سخته ها. همین غیر خودمون به خدا خیلی ساده تره. من نمیدونم این خارجه چی کار میکنن. این ویدیو رو ببینیم با هم دیگه.
یعنی دستام از 6 جا شکست و من نتونستم این کار رو انجام بدم. بابا یه بندری میای تمام میشه میره دیگه، مگه چی کار میخوایم بکنی؟ یه رقص دیگه ای بابا. خب امیدوارم که از برنامه لذت برده باشید. من خیلی کار دارم، ببخشید، عجله دارم، باید برسم به جشنواره فیلم. اینم به هر حال یه تیپ جشنواره اینه که زدم، برها خواسته دیگه. ببین دیگه من نباید از سلبریتی ها عقب بیفتم تو این زمینه، خودتون میدونین که من تو همه این چیز باید اول باشم. برحال من خیلی درگیر جشنواره هستم، ولی شما این سوراخ‌های ارتباطی رو فراموش نکنین. تو رو خدا تا هفته دیگه خیلی مراقب خودتون باشید. قربونتون برم. بله بسیار عالی، بسیار عالی. آقا پس بریم به سمت جشنواره دیگه. بفرمایید.